اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکسته اش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و همه ما را در این بزم نورانی حاجت روا فرماید. صلوات دوم را بلندتر عنایت کنید. ان شاء الله خدای متعال اجر این عرض ادب ما را به پیشگاه آقا امام زمان سلام الله علیه و حضرت علی اکبر سلام الله علیه زیارت قبر منور سید الشهدا و فرزندش قرار بدهد و توفیق دست یافتن به استجابت دعا در حرم سید الشهدا را نصیب همه ما بفرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنیم. محمد و محمد و عجل فرج.
بحثی رو که تصمیم گرفتم در این چند شبی که تا شب نیمه شعبان خدمتتون هستم با عنوان یک بحث مفید مؤثر برای کسانی که با دل و جان این بحث رو دنبال کنن و بعد هم در میدان عمل مرد و مردانه به میدان بیایند، ابواب رحمت و خیرات و برکات مادیان و معنویان به روی آنها گشوده شود. بحثی است در ارتباط با کیفیت ارتباط پیدا کردن با امام عصر سلام الله علیه در دوران غیبت و این که ما چگونه می توانیم با امام زمانمون ارتباط پیدا کنیم و از فواید وجودی اون ذات مقدس بهره‌مند شویم و اصولا آیا ارتباط با این بزرگوار در چنین دورانی ممکن است یا ممکن نیست؟ و بعد از اثبات امکان راهکارهای ارتباط با امام است چیست؟ راهکارهای علمی اون، راهکارهای عملی اون، راهکارهای اعتقادی و اخلاقی اون چه راههایی است و مخصوصا اون راههای مختصر و راههایی که سریع جواب میدهد. با توجه به این که امشب شام میلاد آقا علی اکبر سلام الله علیه است، شروع این بحث رو من با یک اشاره‌ای به زندگی این امامزاده والا مقام مطرح می کنم و دقت در این که چرا در میان همه امامزادگان آقا علی اکبر از یک امتیاز خاصی برخوردار است. چون صرف امامزاده بودن ملاک اوج گرفتن نیست. بودند در میان ابناء ائمه که خون ائمه در رگ و پی آنها بوده است، اما این توفیق رو نداشتند که به کمالی دست پیدا کنند، درجات ایمان رو، قله های آن رو فتح کنند و خلاصه دارای مقاماتی در دنیا و آخرت گردند، بلکه ما امامزادگانی داشته ایم که منکر امامت امام زمان خود شدند. امامزادگانی داشته ایم که به انحرافهای اخلاقی کشیده شدند، امثال جعفر کذاب یا عبدالله افتح یا علی ابن اسماعیل که جد او امام صادق سلام الله علیه بود و باعث شهادت موسی بن جعفر شد. پس صرف این که انسان فرزند پیغمبر یا فرزند امام باشد علت تامه برای درک کمالی تحصیل درجه از درجات ایمان نیست، بلکه یک زمینه ایست که در وجود انسان فراهم می شود. انسان موفق و هنرمند و زرنگ اون کسی است که از این زمینه استفاده کند. ما وقتی که زندگی و تاریخ امامزادگان رو ورق می زنیم می بینیم در میان امامزادگان تنها مثل قمر بنی هاشم و مثل آقا علی اکبر یک اوج خاصی داشته اند.
شما وقتی که زیارت نامه های وارد از ائمه رو مطالعه می کنید میبینید تنها امامزاده ای که زیارت وارد از امام معصوم دارد آقا ابوالفضل العباس و آقا علی اکبر است. یک امامزاده دیگر هم داریم که او هم زیارت وارد دارد و اون حضرت معصومه دختر موسی بن جعفر خواهر امام رضا که در قم مدفون است. و اما برای سایر امامزادگان ما زیارت وارد از امام معصوم نداریم، این خودش یه امتیازه. و مخصوصا که ائمه ما نسبت به زیارت امثال این امامزادگان تأکید خاص داشته اند، ثوابهای عجیب و غریب بیان کرده اند، مثل این که راجع به زیارت حضرت معصومه امام جواد، امام رضا، امام صادق فرمودن من زارها عارفا به حقها وجبت له الجنه، کسی که با معرفت به زیارت او برود بهش بر او واجب می شود. امثال این تعابیر با این مزامین بلند، این همین تعابیر شبیه این تعابیر راجع به زیارت قمر بنی هاشم، راجع به زیارت حضرت علی اکبر به ما رسیده است. این ادله خاص که دلالت بر اوج این امامزادگان در مدارج ایمان و معرفت و محبت نسبت به امام زمانشان دارد ما را به یک نکته دقیق راهنمایی می کند و اون این که خود انسان با اراده و اختیارش می تواند کمالی را کسب کند. این انسان است که می تواند آینده خود را حتی آینده بعد از مرگ خود را رقم بزند. این خود انسان است که با اراده و اختیارش هم در میدان اعتقاد، هم در میدان عمل، هم در میدان اخلاق و مخصوصا در میدان امام شناسی و اطاعت از امام زمانش می تواند یک آینده روشنی تا قیام قیامت برای خود محقق کند. پس صرف امامزاده بودن، صرف این که ژن‌های امام در وجود انسان باشد، این علت تامه برای به کمال رسیدن نیست. در میان زیارات وارده از ائمه نسبت به حضرت علی اکبر، من تمام زیارات رو که مطالعه کردم دیدم هیچ زیارتی به اوج زیارت نیمه ماه رجب و نیمه ماه شعبان نیست. میتونید بعداً مراجعه کنید، مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح آورده و از افضل زیارات امام حسین سلام الله علیه زیارت امام حسین در نیمه رجب و در نیمه شعبان است. در اون زیارت این تعابیر بلند راجع به شخصیت حضرت علی اکبر آمده است. ما وقتی که میریم بعد از زیارت امام حسین مقابل قبر آقا علی اکبر میستیم، به اون ذات مقدس این گونه خطاب می کنیم: السلام علیک ایها الصدیق الطیب الزکی الحبیب المقرب و ابن ریحانة رسول الله. هر تعبیری دریایی از کمال را برای این ذات مقدس اثبات می کند. اولین تعبیر این است: شش عنوان رو امام معصوم به ما تعلیم می کند که وقتی میرید مقابل قبر حضرت علی اکبر میستید با این عنوان و مقام و شخصیت به او سلام بدید. سلام بر تو ای کسی که به مقام صدیقین رسیده ای. هیچ می دانید مقام صدیق چه مقامیست؟ تارتن میگن فلانی صادقه، آدم راستگویی است،
به تمام معنای کلمه هم صادق و راستگوست، یعنی یک دروغ در تمام عمرش نگفته و نمیگوید. تارتن مقام از این مقام برتر و بالاتر است، میگیم نه تنها صادق است که صدیق است، یعنی بر اثر کثرت صداقت و راستگویی صدیق شده است. صدیق صیغه مبالغه است. میگن فلانی نجاره، یعنی از بس نجاری میکنه هر روز بهش میگن نجار. فلانی بقاله، صیغه مبالغه در مورد اون کسی به کار میرود که کار هر روزه و مستمر او اون کار است. صدیق یعنی اون انسانی که هیچ دروغی در زندگی او مشاهده نمی شود، در اعتقادش به خدا صادق است، در عمل صادق است، در اخلاق صادق است، اونقدر راست گفته به خدا که صدیق شده. لذا ما در قرآن میبینیم کلمه صدیقین فقط راجع به اوصیاء ائمه، راجع به اوصیاء انبیا و ائمه اطهار به کار میرود. قرآن میگه و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. کسی که اطاعت از خدا و رسول کند، نتیجه این اطاعت این است که فردای قیامت اینان یعنی مطیعین با کسانی محشور می شوند که خدا به آنها نعمت فراوان داد. اونا کیان؟ اول انبیان، دوم صدیقینن که اوصیاء انبیان، سوم شهدان، چهارم صلحان و حسن اولئک رفیقا، و اینا خوب رفقایین برای انسان در قیامت. صدیقین در این آیه قرآن تفسیر به ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین شده. این صدیقینی که در قرآن کاربردش مال امام معصوم است، در این زیارت خود امام معصوم کلمه صدیق را لقبی قرار داده و صفتی قرار داده برای جناب علی اکبر. به ما دستور دادن شب نیمه شعبان، شب نیمه ماه رجب، روز نیمه ماه رجب، روز نیمه شعبان از افضل زیارات امام حسین، برید کنار قبر حضرت علی اکبر بیستید و به او بگید السلام علیک ایها الصدیق، یعنی تو به امام زمانت راست گفتی، تو با همه وجودت از امامت دفاع کردی و این هنر تو بود، تو حتی اطاعتت برای خدا بدین خاطر بود که چون امامت فرموده، یعنی در بس خودت را، زندگیت را، حیاتت را، مالت را، تمام هستیت را وقف امام زمانت کردی. این اولین مقام که اگه من بخوام این بحث رو باز عمیقا بررسی کنم، میترسم این مجلس حوصله اون بحث رو نداشته باشه، و الا اگر آیات قبل از این آیه رو بنگرید، خدا خوب مقام صدیقین را برای ما تشریح و تبیین میکند. قبل از چند آیه خدا میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، قسم به پروردگارت ای پیغمبر، این مردم ایمان نمی آورند مگر اینکه در مرافعاتشون، در مشکلاتشون توی پیغمبر رو حکم قرار بده، قاضی رو تو قرار بده. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، وقتی هم که تو حکم کردی از پذیرش حکم تو هیچ سختی در دل جان خود نیابند. و یسلمو تسلیما، در بس تسلیم تو باشند. بعد آیات بعد خدا می فرماید این مردم قبلی ها چنین بودند که خدا به اونها فرمان می داد خودتونو بکشید. چرا؟ می خواست اونها رو محک بزنه.
آیا امر خدا رو تا اینجا اجرا میکنن که از جان خودشون بگذرن؟ یا اگه خدا به آنها فرمان دهد که از شهر و دیارتون و منزل و کاشانتون دست بکشید، ما فعلوه الا قلیل، جز عده اندکی این فرمان خدا رو اجرا نمی کردن. چون مردم نوعا جانشون رو دوست دارن، مالشون رو دوست دارن، خانه و کاشانشون رو دوست دارن. اما حضرت علی اکبر هم بشر بود، او هم جان داشت و جانش را دوست داشت، اما جان و مال و همه هستیش را برای خدا و برای امام زمانش دوست داشت که یه روزی این جان را فدای امام زمانش کند و کرد. از همه مالش در راه امام زمانش گذشت. یعنی هنر حضرت علی اکبر تنها این نبود که در برابر پدر ایستاد و جان فشانی کرد و از جان پدر دفاع کرد، بلکه از جان امام زمانش دفاع کرد. این هنر حضرت علی اکبر بود. به پدرش به عنوان پدر نگاه نمی کرد، به عنوان امام زمان نگاه می کرد. یک انسان با معرفت بود، یک مؤمن تمام عیار بود و اینو امتحان داد، خوبم امتحان داد، لذا به مقام صدیقین رسید. اینو که خدا در آیات بعد از بیان این معانی که اگه مردم اون چرا که به اونها امر می شود و دستور داده می شود اجرا کنن، لکان خیر لهم، خیره، هم خیر دنیای اونهاست، هم خیر آخرت اونهاست، مایه برکت. این عزت و عظمتی که امروز حضرت علی اکبر داره مال چیه؟ مال همون اطاعتی است که نسبت به فرمان خدا داشت که باید نسبت به امام زمانت مطیع در بس باش، بیچون و چرا. یعنی اگه امام زمانت فرمان داد به خودت شمشیر بزن، ابایی نداشته باش. چرا نگی؟ چرا؟ چون خدا در قرآن می‌فرماید لا یسأل عما یفعل، از کارهای خدا کسی حق سوال ندارد که خدا یا چرا چنین گفتی چنان نگفت. خدا حکیم علی الاطلاقه. خدا گتره و بی حساب که فرمان نمیده به کسی که فلان کار رو بکن یا فلان کار رو نکن، پس باید مطیع باش. خدا خالق عقل، لذا عاقلانه هم فرمان میدهد، پس عقلت حکم میکنه به این که فرمان خدا رو همه جا و همیشه و نسبت به هر چیزی باید اجرا کنی. همین مقام رو بعد از خدا رسول خدا دارد، همین مقام رو بعد از خدا و رسول خدا امام و حجت خدا و خلیفه رسول خدا داراست. هنر حضرت علی اکبر این بود که امام زمانش رو در این مقام شناخته بود. یک اعتقاد قاطع مستقیم ثابتی نسبت به امام زمانش داشت. یعنی امام حسین به عنوان امام زمان پذیرفته بود، هر فرمانی از مولای صادر می شد یک اعتراض ما در طریق کربلا، تو خود کربلا، از حضرت علی اکبر نسبت به امام حسین و حرکات امام حسین نداریم. اما ما از اصحاب بزرگ ائمه نسبت به بعضی از ائمه اعتراضات عجیب و غریب داریم. من اسم بعضیشون رو به خاطر احترامی که دارن نمیبرم. الان از شهدان در سوریه مردم میرن کنار قبرشون، حاجت میگیرن ازشون. معاویه او را کش، به عشق محبت امیرالمؤمنین هم او را کش. اما همین صحابی جلیل القدر اومد خدمت امام حسن، امام زمانش اعتراض کرد، گفت آقا چرا با معاویه صلح کردی؟ چرا نداره؟ او امام توست، او حجت خداست. امام و حجت خدا بجنگد یا صلح کند، فرمان خدا را اجرا کرده. این واقع و حقیقت و حکمت و مصلحت و اون عملی که مطابق با عقل سلیم و محض است اجرا کرده، جای اعتراض نداره دیگه. چطور خدا کارش جای اعتراض و سوال ندارد؟ ولا یسأل عما یفعل و هم یسألون. حجت خدا هم همینه.
علی اکبر به این مقام رسیده بود که حجت خدا نه حرفش نه فعلش اعتراض ندارد، فقط باید قبول کنی یا اجرا کنی. لذا قرآن میگه و یسلم و تسلیما، پیغمبر قسم به پروردگارت ایمان نمیارن، مدارج ایمان در وجود اونها به کمال نمیرسد مگر این که به مقام تسلیم برسد، تسلیم در بس باشن. یه عده که نمیفهمن معارف دینی را میان میگن آقا یعنی چی تسلیم؟ خدا به ما عقل داده، ما باید بفهمیم. بله باید بفهمی حکمت کار کسی را که معصوم نباشد، که عاقلانه عمل نکند، که احتمال خطا در او بدهی. حالا طبیب، آیت الله، حجت الاسلام، مهندس، تاجر، یک بازار، هر کس همینقدر غیر معصوم شد، شما حق سوال داری، باید حکمت کار رو بدونی. این سوال عاقلانه است، اما از خدا سوال کردن احمقانه است. پیغمبر و حجت خدا و خلیفه انتخاب شده خدا را زیر سوال بردن احمقانه است، چون من نمیفهمم. اما او عاقلانه داره کار میکنه، از منبع وحی و عصمت داره دستور میگیره و فرمانی رو اجرا میکنه، کاری رو انجام میده، فرمانی رو صادر میکنه. این فهم مهمه که تو آدم پیاده بشه علمن و عملن. علی اکبر به این مقام رسیده بود و این یکی از بزنگاه های راه های ارتباط با امام زمان، از مهمترین راه هاست. کاری هم نداره ها، عملی در کار نیست، مرحله اول عقیده است، باوره. باید به این باور برسی که امام زمان تو امروز همه کاره عالم است. باید به این باور برسی که امام زمان من و تو لنگر زمین و آسمان است. باید با همه وجود بپذیری که امام زمان بر گرده عالم سوار است. جن و انس، تمام ملائکه مقرب و غیر مقرب تحت فرمان او دارن عمل میکنن. و حتی خود امام زمان در عبارتی میفرماید نقش ائمه در خلق و رزق این گونه است که اما الائمه فانهم یسالون الله فیخلق و یسالونه فیرزق. امام از خدا میخواهد، خدا میآفریند. امام از خدا میخواهد، خدا روزی میدهد. یعنی تک تک ماها، من و تو به دعا و درخواست امام زمان آفریده شده ایم. اگه اون نخواسته بود خدا لباس وجود به تن احدی نمیکرد. یه واقعیتی است، این یک حقیقتی است، این یک سنت اجرا شده از ناحیه خداوند حکیم است. اگه این مقام رو برای امام زمان نپذیری، محاله بتونی با امام زمان ارتباط پیدا کنی، از دعا و توسلت و زیارتت نتیجه بگیری. حضرت علی اکبر سلام الله علیه به این باور رسیده بود، لذا شما میگی السلام علیک ایها الصدیق، تو یک صادقی بودی که مقام صادقین رو طی کردی، به قله صدیقین رسیدی، تصدیق کردی امامت را در تمام مقاماتش، در تمام اوامرش صدیق شدی. عنوان بعدی چیه؟ الطیب، تو پاک و پاکیزه فکرن، عملن، اخلاقن، تو طیبی. یعنی خدا دید که تو چگونه عمل میکنی و چگونه اراده میکنی، این طهارت رو به تو عنایت کرد. خدا به علم ازلی و ابدیش همه ماها رو دیده، ما چیکار میکنیم، چند بار گناه میکنیم، چند بار نماز صبحمون قضا میشه، چند بار فحش میدیم، چند بار غیبت میکنیم، چند بار تهمت میزنیم، چقدر گناه میکنیم، چقدر چشترانی میکنیم. بر اساس اون اعمالمون یه چیزایی بهمون داده، یه چیزایی ازمون گرفته و نداد. جبری هم در کار نیستا، این اختیاره.
مثل این که من بر اثر ریاضت علم پیدا میکنم که شما الان از این مجلس میری بیرون یک کاری انجام میدی. آیا این علم من نسبت به این کار شما در بیرون از این مجلس یک ساعت بعد از این مجلس شما رو مجبور میکنه در اون کار؟ آشا و کلا، شما به اختیار خودت اون گناه رو انجام میدی یا اون کار خیر رو انجام میدی؟ من فقط میدانم، خدا هم میدانه، از ازل دانسته که حضرت علی اکبر در میدان کربلا مرد و مردانه به میدان می آید. امام زمانش را خوب می شناسد و باور می کند، لذا به او طهارت داده. این کلمه صدیق و این کلمه طیب دلالت بر عصمت حضرت علی اکبر می کند و این نقل امام معصوم است، نقل من و امثال من نیست. السلام علیک ایها الصدیق الطیب الزکی. طیب اشاره به اون طهارت ذاتی اوست، زکی اشاره به اون طهارت اخلاقی و عملی اوست. تو هم طیب و پاکیزه ذاتی هستی، هم زکی و پاکیزه اخلاقی و عملی هستی. اون چنان اعتقادت راجع به خدا و ولی خدا محکم بوده که تو را هم ذاتن تزکیه و پاکیزه کرده، هم عملا و اخلاقا. السلام علیک ایها الصدیق الطیب الزکی الحبیب. تو محبوب خدا و اولیاء خدایی، تو معشوق همه ملائکه مقرب و غیر مقرب خدایی. تمام انبیا هر شب جمعه به زیارت تو و پدرت می آیند، مقابل قبرت می ایستند و به تو سلام می دهند. به پاس اون مقام صدیقی تو، به پاس اون طهارت ذاتی تو، به پاس اون طهارت عملی و اخلاقی تو، الحبیب المقرب. تو نه تنها محبوب و معشوق تمام آسمانیان و کروبیان و عرشیان و فرشیانی، که تو مقرب درگاه خدا و نزدیک شده به تمام مقامات عالیه هستی. و ابن ریحانت رسول الله، حق توست که چنین باشی، چون تو پسر ریحانه رسول خدایی که ارادت کارگر شده، از اون ذات پاک کمک گرفته، از اون زمینه فراهم شده برای کمال نیرو گرفته و این گونه اوج گرفته به مقام صدیقین رسیده. اصلا دشمنان امیرالمؤمنین و امام حسین و امام حسن اقرار میکردن که تنها کسی که بعد از علی ابن الحسین زین العابدین شایسته مقام خلافت و امامت است، حضرت علی اکبر است. حالا تقدیر خدا چنین بوده که امامت بعد از امام حسین به زین العابدین برسه، حکمتش چیست ما نمیفهمیم و نمیدانیم، اما حضرت علی اکبر اونقدر اوج گرفته بود که این مقام، مقام صدیقین، مقام طیبین و پاکیزگان، مقام محبوبان تمام عرشیان و فرشیان به او رسیده. باز اون عبارتی که در فرازهای بعدی اثبات عصمت حضرت علی اکبر را می کند، البته عصمت که میگیم عصمت خودش درجات داره، یک عصمتی است پیغمبر خاتم دارد، اون فوق همه عصمت هاست. یک عصمتی است امیر المؤمنین دارد که همون عصمت پیغمبر خاتم است ولی فوق عصمت انبیا است. یک عصمت هم داریم بر غیر پیغمبر و امام که عصمت از هر گناه و خطا و لغزشی است. اصلا مشکل ایجاد نمی کنه کسی معصوم شود به چنین عصمتی. اون عبارت اینه: و جعلك من اهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تو اونقدر اوج گرفتی که خدا آمده تو رو جزء اون اهل بیتی قرار داده که هر رجس و پلیدی و ناپاکی و گناه و
لغزشی را از اونها زدوده و اونها را به یک طهارت ممتازی تطهیر کرد. یعنی این عبارت صراحت داره در عصمت حضرت علی اکبر. ولی گفتم یک عصمتی است که لازمه نبوت و امامت خدا میده، یک عصمتی که آدم با اراده و اختیار خودش کسب میکنه. این هنر، هرچند این هنر در انبیا هم بوده، در ائمه هم بوده، اونا مجبور نبودن معصوم باشن، باز با اراده خودشون و اون زمینه‌ای که خدا در اونها فراهم کرده معصوم شدن. اما این هنر هنره، نمیخوام پیغمبر باشم، نه بناس امام و خلیفه پیغمبر باشم، به گونه ای عمل کنم که خدا به من مقام عصمت عطا کند. قرآن هم میگه و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. کسی که به خدا معتصم شود، کسی که به حبل متین خدا چنگ زند، خدا او را به صراط مستقیم هدایتش میکند، یعنی خدا او را از گناه حفظش میکند. به جایی میرسی که اگه بخوای گناه کنی خدا دستتو میگیره، یه پسکلگی بهت میزنه، نمیتونی گناه کنی چون مقدمات رو درست اومدی. اما گاهی یه لقمه حرام میخوری، بعد این لقمه حرام 10 تا گناه میکنی. گاهی زمینه رو خراب میکنی، بعد چند تا گناه میکنی. گاهی یه لقمه حلال میخوری، از حرامی میگذری، خدا در مورد چند گناه دیگر دستت را میگیرد. اگه ما هنر داشته باشیم تو مجالس غم و شادی اهل بیت، این حاجت رو از امام زمان بکیریم که یه نگاه به همون بکنن آدم بشیم، یه نگاه به همون بکنن از در خونه اهل بیت جای دیگه نریم، یه نگاه به همون بکنن امام زمانمون رو خوب بشناسیم، یه نگاه به همون بکنن حق امام زمان رو هر روز و هر شب ادا کنیم. این هنره، و الا کورم و کچلم و مریضم و قرض دارم، اینا که خودش خواسته نخواسته حل میشه. خدا ما رو خلق کرده اون که دندان دهد نان دهد، مگه میشه خدا کسی را گرسنه بگذارد؟ مگه میشه خدا کسی رو مریض کنه بعد شفا را نصیب او نکنه؟ خدا رو حکمت مریض میکنه، رو حکمت دیگری همون مریض رو شفا میده، به یکی فرزند میده، باز رو حکمتی همون فرزند رو از اون میگیره. اینا چیزایی نیست که آدم براش دست و پا بشکنه، همش دنیاست. مانعی هم نداره آدم این همایج از خدا بخواد تو مجالس اهل بیت، ولی میخوام بگم حاجت برتر این آدم معرفت بخواد و میدن. چطور مرض منو، قرض منو، زن خواستن و شوهر خواستن خیلی ها رو توی این مجالس بهشون میدن. وقت علم بخوام، معرفت بخوام، ادب بخوام، توفیق خدمت به امام زمان بخوام، توفیق این که مالمو در راه امام زمان خرج کنم بخوام، اینو نمیدن؟ قطعا میدن، بهتر میدن، زودتر میدن. هنر یک چیه تو همین، بتونه تو این مجالس با یه نیتی بیاد، یعنی از اون لحظه‌ای که وارد مجلس میشی رو نیتت حساب میکنه. من حسنت نیته زید فی رزقه، امام صادق میفرماید کسی که نیتش یک نیت خوب و نیکی باشد روزیش زیاد میشه. اصلا بحث عمل نیست، فقط بحث نیته. خوش نیتی سبب خوش روزی بودن است. خیلی ها دیدی تو بازار خیلی هم نمیدوند، روز 3-4 ساعت 5-6 ساعت میرن بازار، اما چون خوش نیتن خدا بهشون روزی میده. بعضی هم تو 24 ساعت میبینید 10-20 ساعت میدوند، کم روزی هست، چون بد نیتن. آدم های خوش نیتی نیستن تو معاملهی با مردم، تو معاملهی با همسایه، تو معاملهی با همسر، تو معاملهی با بچه ها. بد نیتی، بد فکره، به همه سوء ظن داره، نسبت به همه بدبینه. بد نیتی یکی از عوامل فقر، بدبختی، مرض، بیچارگیست. اصلا بحث گناه نیست، اون ورشم بحث طاعت و کارهای خیر نیست، بحث خوشنیتیست. یکی از هنرهای حضرت علی اکبر همین بود که خوشنیت بود.
نیومد امام زمانش یاری کنه که به یه نون و نوایی برسه، به یه حور و قلمانی برسه، به یه بهشتی برسه. نه، خوشنیتی تو اینجاست دا. یعنی دنبال امام زمان که را میفتی، نه به خاطر دنیا را بیفتی، نه به خاطر آخرت. دنبال امام زمان را بیفتی چون آقات مولات همه وجود وجودت از اوست، وظیفه می یاریش کنه. تنهاست، غریبه، کسی رو نداره تو این دور زمونه، اومدم آقامو یاری کنم. این خوشنیتیست. بعضی ها دیدی از خونه که دعوتشون میکنه بریم مجلس چی میدن؟ یه مرحله است. یه مرحله بالاتر این اصلا کار به چی میدن نداره. بریم مجلس کی منبر میره؟ کدوم مدعا میخونه؟ کی بیشتر کف میزنه؟ اینم یه مدل. بعضی ها میگیم بریم مجلس، میگم کدوم مجلس پربارتر از نظر علمی و معنوی؟ من دنبال اون مجلسم. اصلا کار ندارم کی میخونه، کی منبر میره، کی مدعی میکنه، فیلم میگیرن نمیگیرن، من کار به این چیزا ندارم. میخوام معرفتم بره بالا. آیا من توی مجلس برم یک ساعت بنشینم به امام زمانم نزدیکتر میشم؟ به خدا نزدیکتر میشم؟ چیزی یاد میگیرم؟ حلالی را میآموزم؟ حرامی را میآموزم که از او پرهیز کنم؟ نیتم خالص میشه؟ ادب میشم؟ تزکیه روحی میشم؟ ای هنره. برم مجلس حور بهم بدن، قلمان بدن، سمم آزا. پس تو هم که دنبال همون حرفای دنیایی، به یه شکل دیگه تو آخرت. این بد نیتیست. هرچند مبتل عمل نیست، فقها میگن شما به عشق حور و قلمان و قصور و بهشت و خورد و خابیدن و لمیدن بری تو مجلس نماز بخونی چه کنی، عملت باطل نمیشه، اما اجر عملت، اون درجه عملت میاد پایین. اما اگر به نیت این که از خدا تشکر کنی بیستی به نماز، آی جوون، به نیت این که خدا به من وجود داده، خدا به من هستی داده، خدا به من سلامت داده، خدا به من عقل داده، پدر داده، مادر داده. خیلی پدر ندارن، مادر ندارن، از اول بچگی پدر و مادرشون رو از دست دادن. خیلی عقل ندارن، دیوونن، لباساشون در میارن وسط خیابون رو خط صاف را میرن تو گرما. من عقل دارم. خیلی چشم ندارن، خدا من چشم داده، ای برم دور کت نماز بخونم از خدا تشکر کنم. این هنره. هنر یک انسان، انسانی که اشرف مخلوقات تو اینه. این همه خدا بهت داده، دور کت نماز میخوای بخونی به نداده های خدا نگاه میکنی، داده های خدا رو نمیبینی. تشکر ما کو؟ لذا قرآن میناله اکثرهم لا یشکرون. ای اکثریت کیان که لایشکرون؟ همونایین که نماز میخونن. نمازشون برای خدا نیست، نمازشون بر اساس تشکر از خدا نیست، بر اساس طلبکاریه. خدا نماز میخونم به شرطی که قرضمو ادا کنم، نماز میخونم به شرطی که مریض. بعضیا دعوا میکنن با خدا اگر امروز مریضمو شفا ندی من دیگه نماز نمیخونم. واقعا هم نمیخونن ها، من دیدم. خیلی بی ادب و بی معرفت در دستگاه خدا. بعضیا با امام زمان همین معامله رو میکنن. آقا من 40 شب چهارشنبه، 40 شب جمعه کوبیدم رفتم جمکران، حاجتمو ندادی دیگه نمیام. ای بیچاره، دیگه نمیری؟ خب دیگه نمیری، کجا میخوای بری؟ چه کسی رو مثل امام زمان پیدا میکنی که درد دین و دنیا تو با او در میان بگذاری؟ چه کسی را قدرتمندتر از امام زمان سراغ داری که هر وقت گرفتار شدی سراغ او بری؟ نشون بده بعد قهر کن. این هنر رو امشب از حضرت علی اکبر یاد بگیریم، هنر خوشنیتی در دستگاه معرفت ولی خدا، در دستگاه محبت حجت خدا، در دستگاه نوکری برای ولی خدا، در دستگاه خرج عمر و مال و همه هستی برای حجت خدا.
از امشب خالص بیاد در خونه امام زمان، اصلا هدف ثواب و اجر هم نباشد، هدف فقط این باشد که نوکری، خدمت، اظهار محبت و ذلت در این درگاه در زندگی و وجود من محقق شود. یه همچه تصمیم بگیریم، بعد ببینیم آقا مثل علی ابن مهزیار برامون کارت دعوت میفرستد یا نه. چرا علی ابن مهزیار رو که محرم این دستگاه بود خدمت امام حسن عسکری شرفیاب میشد، یادگار داشت از امام حسن عسکری، یک انگشتر یادگار داشت، اما 20 سال او رو محرومش کردن از دیدار و حجت خدا. بعد از شهادت امام حسن عسکری این آقا با اون مقام و شخصیت هر سال میرفت مکه که امام زمانش رو ببینه، ندید. بعد از 20 سال رفتن و هی پاک و پاکیزه تر شدن، هی محک خوردن و استقامت کردن و قهر نکردن، یک مرتبه در عالم رؤیا پیام آمد علی ابن مهزیار امسال بیا. داشت میرفت که دیگه نره، اونم از خودش ناامید شده بود، از امامش ناامید نشد، گفت معلوم میشه من آدم لایقی نیستم. اما همین که به این مرز رسید از خودش ناامید شد، به ولی خدا امیدوار شد، همین که فهمید دیگه او هیچ هست، هرچه هست مولای اوست، کارت دعوت اومد علی ابن مهزیار امسال بیا که تو وعده دیدار داری. با رفقاش حرکت کرد، اول رفت مدینه، هرچه تو حرم پیغمبر گشت، هرچه التماس کرد، هرچه ناله زد، دید خبری نیست، ناامید شد، به طرف مکه را افتاد، رفت به جحفه رسید، محرم شد، اونجا هم هرچی گشت پیدا نکرد، رفت مکه، دور خانه خدا چرخید، سعی صفا و مروه کرد، هرچه گشت و ناله زد یا صاحب از زمان، باز دید خبری نیست، ناامید تر شد. خدای این وعده چه وعده ای بود؟ این چه خواب؟ خواب چه خوابی بود؟ داشت ناامید می شد، یک مرتبه یک جوان خوش سیمای آمد، گفت علی ابن مهزیار ابن خضیب را می شناسی؟ گفت خدای رحمتش کند. گفت آدم خوبی بود، نماز شبش ترک نمی شد، نیمه های شب از خوف خدا خیلی عشق می ریخت، قرآن زیاد تلاوت می کرد. بعد گفت علی ابن مهزیار، علی ابن مهزیار اهوازی را می شناسی؟ گفت منم علی ابن مهزیار. توی او را در آغوش گرفت، مرحبا بک، امام زمان مرا فرستاده که تو را به خیمه او برسانه، وعده‌ای با او گذاشت، قصه مفصل است، همه تونم شنیدید، ولی نکاتی داره، به خاطر اون نکاتش این قصه رو مطرح کردم و برای اینکه نتیجه بگیریم از بحث برای شبهای آتیه، تا بیاید و بهتون بگم جوونا دست رفقاتونم بگیرید بیارید تو این دوران وانفسای غیبت که از در و دیوار انحرافات اعتقادی و فسادهای اخلاقی میبارد، تو هر برزن و خانه و کاشانه پیدا می شود، با این اوضاع ماهواره ها و ارتباط های عجیب و غریب، میشه با امام زمان ارتباط برقرار کرد، فقط راه داره، اون راه رو باید آموخت. علی ابن مهزیار طبق وعده رفت، حرکت کردن، مقداری رفتن، تارسن بالای تپه، وقت نماز شب شد، پیاده شدن، نماز شب رو خوندن، اونم بگفت چه عشقی میریخ این جوان در نماز شبش و به من تعلیم کرد چگونه نماز وتر بخوانم، چگونه قنوت بگیرم، چه آدابی را در نماز شب رعایت کنم که من بعد از اونگونه نماز شب خوندم، فهمیدم من نماز شب درست و حسابی هم نمیخوندم. نماز صبحم خوندیم، حرکت کردیم به طرف خیمه امام عصر سلام الله علیه. دم در خیمه که رسیدم، گفت از مرکبت پیاده شو،
گفتم مرکبمو کجا ببندم؟ گفت اینجا حریم و حجت خداست، محل امن است، جز انسانهای مؤمن صادق راستگوی امین در این سرزمین فرود نمی آیند. از چه می ترسی؟ رها کن مرکبت. وارد شد، گفت خوشا به حالت، آقا اجازه داده. وقتی که وارد شدم دم یوسف فاطمه بر مسندی تکیه زده، چهره مثل ماه می درخشد، ابروان کشیده و به هم پیوسته، خال مشکینی بر گونه راستش مثل یک ستاره درخشانی می درخشد. علی ابن مهزیا کجایی؟ گفت آقا من خیلی دنبال شما گشتم ولی شما رو پیدا نکردم. فرمود خیلی گشتی پیدا نکردی، لا ولکنکم کثرتم الاموال و تجبرتم على ضعفاء المؤمنین. البته مقصود حضرت خود علی ابن مهزیار نبود. این گونه میخواید با ما ارتباط پیدا کنید؟ که علی ابن مهزیار شروع کرد و عذرخواهی کردن، بعد حضرت او رو پذیرفتن، صحبت هایی بین او و امام زمان رد و بدل شد، چندین روز در مقر زندگی امام زمان موند، بعد هم حضرت او رو مرخص کردن و برگشت. پس میشه با امام زمان ارتباط برقرار کرد، اما راه داره. امیدواریم خدای متعال ما را از مرتبطین با امام زمان در عصر غیبت و دوران شکوه مند ظهورش قرار بده. چون من وقت من تمامه، فقط یکی دو بیت از باب این که این دلها یک ارتباطی با امام زمان پیدا کند بخوانم و مداحی مجلس رو واگذار به مداح عزیزی که انشالله امشب شما رو به فیض میرسونن، واگذار به ایشون میکنم. یه صلوات غرا خط بفرمایید. سیدی ابن الحسن، من عاشق تو هستم، کاری به کس ندارم غیر از تو در دعا، فریاد رس ندارم جز در که فیض وصلت، دیگر هوس ندارم. ابن الحسن اغفنی مولای من ادرکنی، عمری بود که هستم مشتاق دیدن تو، افکند دست ها جانا به دامن تو، شاید که خوش چینم من.
من هم ز خرمن تو یبن الحسن اغثنی مولای من ادرکنی یبن الحسن آقا گلزار هستی گلزار هستی ای گل بی تو صفا نداره واقعا اگه معنا رو درک کنی می سوزی در فراق امام زمانت وقتی تو هر مجلسی میری تو هر مجلس عزا و شادی میبینی همه اومدن ولی صاحب مجلس نیومد قلبونت برم آقا گلزار هستی ای گل بی تو صفا ندارم دین بی ولایت تو قدر و بها ندارد هر کس تو را ندارد حقا خدا ندارد یا ابن الحسن اغثنی مولای من ادره یا ابن الحسن یه بار دیگه یا ابن الحسن